سنای آمریکا قطعنامه‌هایی را که با هدف جلوگیری از فروش تسلیحات چندین میلیارد دلاری به بحرین و قطر پیشنهاد شده بود رد کرد. این تصمیم همزمان با بحث‌های مرتبط با حملات علیه کشتیرانی آزاد در خلیج فارس اتخاذ شده. همکارم خانم شهله آراسته از مقابل کنگره همراه ماست تا ما را در جریان جزئیات بیشتر قرار بده. خانم آراسته بفرمایید. بله، مباحث فشرده کنگره در مورد فروش تسلیحاتی و تقویت نظامی دفاعی متحدان آمریکا در منطقه با توجه به حملات دیروز به کشتی‌های غیر نظامی در خلیج فارس و همینطور حملات گذشته در کنگره داغ‌تر شد و که عمدتاً از سوی این فروش‌ها از سوی دموکرات‌ها باشون مخالفت میشه. همطور که شما اشاره کردین، دو قطعنامه در تلاش برای مسدود کردن چنین فروش‌هایی به بحرین و قطر در سنا مسدود شد. عمدتاً از سوی جمهوری خواها به گزارشی در این ارتباط با هم توجه میکنید. میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا از سناتورها خواست حملات اخیر را که به گفته او احتمالاً توسط جمهوری اسلامی ایران و یا گروه های نیابتی آن علیه کشتی های غیر نظامی روی داد مد نظر بگیرند. دو کشتی دیگر تجاری در ساحل عمان مورد حمله قرار گرفتند. این حملات ممکن است به نظر برسد علیه کشورهایی که از آنها برای صادرات پتروشیمی استفاده می کنند یا صاحبان بین المللی کشتی ها انجام شده باشد، اما واقعیت این است که آنها پایه و اساس سیستم تجارت جهانی و قانون عرفه دریا را نادیده گرفتند که آزادی حمل و نقل در دریاها را تضمین می کند. آنچه روشن است این است که تنش و بی‌ثباتی در منطقه رو به تشدید است. سناتور جمهوری خواه رند پال علیه فروش سیستم موشکی آمریکا به بحرین و فروش هلیکوپترهای نظامی به قطر استدلال کرد. خاورمیانه اکنون یک پاتیل بزرگ و داغی است که به طور مستمر در حال جوشیدن و در خطر سر رفتن است و سرازیر کردن اسلحه به این فضای بحران اشتباه است و اطمینانی نیست که سلاح‌هایی که به کشورهای خاورمیانه می‌فروشیم علیه سربازان خود ما استفاده نشود. جیمز اینهاف رئیس جمهوری‌خواه کمیته نیروهای مسلح سنا و تام کاتون سناتور ارشد جمهوری‌خواه که در ارتش آمریکا در عراق خدمت کرده، هر دو بر اهمیت تقویت دفاعی متحدان حوزه خلیج فارس در برابر رژیم ایران تاکید داشتند. ما باید در کنار متحدانمان بمانیم. اگر مسئله‌ای روی دهد و ما نتوانیم از آنها که به حمایت ما اتکا دارند حمایت کنیم، آنها به دیگران روی خواهند آورد و به سراغ چین و روسیه خواهند رفت. آن وقت من از شما سوال می‌کنم، آیا انتظار دارید چین و روسیه از رفت و آمد آزاد در خاورمیانه در برابر تهدیدهای ایران حمایت کنند؟ ما قرار است موشک‌های دفاع هوایی به بحرین که بیش از 8500 نیروی نظامی در آنجا و همچنین ناوگان پنجم و فرماندهی مرکزی آمریکا را مستقر داریم بفروشیم. این فروش‌ها در حالی که آمریکا را امن‌تر می‌کند، بیش از 3 میلیارد دلار نیز درآمد تولید می‌کند. در غیر این صورت، متحدان ما در منطقه را در زمانی که رژیم ایران عزم آمریکا را به آزمایش گذاشته است، تضعیف می‌کند. بحرین در کمپین ائتلاف، پیکار ائتلاف علیه حوثی‌های تحت حمایت ایران در یمن شرکت داره و یکی از مباحث داغ از جمله ابراز نگرانی قانونگذاران در مورد خرابی‌ها و تلفات غیر نظامیان در یمن هست که بحث در کنگره هستش و موضوع مخالفت فروش تسلیحاتی آمریکا به عربستان سعودی در این ارتباط هم هست که قرار هفته آینده در این ارتباط احتمالاً رأی‌گیری بشه. سپاس از شما خانم شهله آراسته با گزارش آخرین تحولات مرتبط با کنگره.